ایران هنوز آماده نیست طالبان را به رسمیت بشناسد. ادامه اعتراض زنان در کابل. زن ستیزی برنامه است، حجاب یک بهانه است. تاکید چین بر آزادسازی پولهای منجمد شده و رفع تحریم امریکا علیه افغانستان. ترک خصومت در برابر تضمین مسنونیت، برنامه طالبان برای مخالفان. و بالاخره افشار شد جنگ قطعه صفر یک امنیت ملی با طالبان در کابل. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. ایران هنوز آماده نیست طالبان را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد با وجود مثبت بودن نشست با رهبری طالبان در تهران، ایران هنوز آماده نیست طالبان را به رسمیت بشناسد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت با وجود گفتگوی صمیمانه با امیر خان متقی وزیر خارجه امارات گروه طالبان در تهران، ایران در موقعیت به رسمیت شناختن رسمی طالبان نبود. گفتنی از امیر خان متقی وزیر امور خارجه امارات گروه طالبان روز یک شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت عالی رتبه و به دعوت مقامات ایرانی وارد تهران شد. به نقل از الجزیره، خطیبزاده تاکید کرد وضعیت کنونی افغانستان یک نگرانی بزرگ برای ایران است و سفر هیئت طالبان به تهران در چارچوب همین نگرانی صورت گرفت. طالبان در اگست سال گذشته میلادی قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و هزاران تن از شهروندان افغانستان از کشور فرار کردند. طالبان در ادامه کابینه تک‌قومی خود را اعلام نمودند. ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما در برخی زمینه‌ها با این گروه کار می‌کند. ادامه اعتراضات زنان در کابل. زن ستیزی برنامه است، حجاب یک بهانه است. شمار از زنان در اعتراض به سیاست محدود کننده طالبان در برابر زنان به جاده ها آمده و خواستار رفع محدودیت بر زنان شدند. این زنان با بردن شعارهای زن ستیزی برنامه است، حجاب یک برنامه است، استبداد طالبانی پایان می‌یابد، بر توجه به خواسته هایشان تاکید کرده و خواهان تامین حقوقشان شدند. معترضان میگویند که طالبان در پی جلوگیری از فعالیت زنان است، زیرا مورد مثل محدودیت در آموزش دختران، تاکید بر حجاب و محدودیت در سفر زنان از نظر آنها تلاشی است که میخواهد از طریق آن زنان را محدود و منزوی کنند. این معترضان اقدامات طالبان را گام در جهت تحکیم فرهنگ مردسالاری در کشور عنوان میکنند و میگویند که این سیاست زنان را به آیشه میبرد. این در حال است که طالبان مقررات سختگیرانه ای را در زمینه فعالیت، تحصیل و حتی سفر زنان وضع کرده است. این اقدامات طالبان با اعتراضات پی هم زنان روبرو شده است. کابینه طالبان تغییر سال مالی از جدی به اول عمل را تصویب کرد. حکومت طالبان در نشست کابینه خود سال مالی را از ماه جدی خورشیدی به حول عمل تغییر داده است. اداره امور حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که نشست کابینه به ریاست ملا حسن آخن، رئیس الوزراء و اشتراک وزراء و رؤسای ادارات مستقل برگزار شده است. مشخص شدن سال مالی و بررسی طرح بودجه زمیمه که وزارت مالیه آماده کرده از موضوعات مهم نشست کابینه طالبان عنوان شده است. به نقل از اعلامیه، در این نشست طرح بودجه زمینه‌ای ماه‌های جدی دلو و حدود 1400 بدون تغییر تصویب شده است. در این نشست همچنین روی جلوگیری از واردات تیل و نفت بیکیفیت در کشور تاکید شده و به تاجران هشدار داده شده که واردات نفت و تیل بیکیفیت، کود کیمیایی و دیگر انواع مواد بیکیفیت در کشور با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت. طالبان همچنان فیصله کردند که هیئت به مرزها برود تا واردات نفت و تیل را از نزدیک بررسی کنند. زنان ولایت بغلان به طالبان: استاد جلال را آزاد کنید. زنان ولایت بغلان در اعتراض به بازداشت فیض الله جلال استاد دانشگاه، خواهان رهایی او از سوی طالبان شدند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، منابع محلی در بغلان میگویند روز سه شنبه 21 جدی شمار از بانوان در ولایت بغلان طی یک حرکت اعتراضی از طالبان می خواهند که فیض الله جلال را آزاد کنند.
از سوی هم با گذشت 3 روز از بازداشت فیض الله جلال استاد دانشگاه، طالبان تا اکنون به اعتراض‌ها برای رهایی او پاسخ ندادند. تأکید چین بر آزادسازی پول‌های منجمد شده و رفع تحریم آمریکا علیه افغانستان. وزارت خارجه چین بار دیگر از نحو خروج آمریکا از افغانستان و پیامدهای ناشی از آن انتقاد کرده و گفته است که آمریکا باید هر چه زودتر تحریم‌های یک جانبه علیه افغانستان را لغو کرده و سرمایه این کشور را آزاد سازد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 10 جنوری گفته است ما از طرف آمریکایی‌ها می‌خواهیم که عمیقاً اشتباهات خود را بررسی کنند، مسئولیت های بین‌المللی خود را به دوش بکشد و هر چه سریع‌تر مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم‌های یک جانبه علیه افغانستان را لغو کنند. او افزوده است گرچه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند اما عواقب ناشی از اشغال 20 ساله افغانستان همچنان ادامه دارد و تجدید می‌شود. ترک خصومت در برابر تضمین مسنونیت، برنامه طالبان برای مخالفان. خبرگزاری افاق. این که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پس از دیدار با اسماعیل خان و احمد مسعود گفته است که در آن دیدار از آنها خواسته شده تا به کشور برگردند و تاکید کرده که هیچ کس با آنان کار نخواهد داشت و طالبان برایشان مشکل امنیتی به وجود نخواهد آورد. خود به معنی آن است که طالبان فراتر از این آماده نیستند تا درباره یک توافق جامع و پایدار سیاسی با طرفهای دیگر وارد گفتگوی حیاتی و استراتژیک شود. اسماعیل خان از رهبران جهادی و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران دیدار کرده است. امیر خان متقی هم این دیدار را تایید کرده است. آقای متقی به خبرنگاران گفت با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. با افغانهای دیگر نیز دیدار داشتیم و از آنها خواستیم که به کشور برگردند. هیچ کس با آنها کار نخواهد داشت و مشکل امنیتی برای آنها ایجاد نخواهیم کرد. گفته شده این دیدار با میانجیگری ایران صورت گرفته است. دیدار مستقیم طالبان و رهبران مخالفان گروه در تهران امیدهای زیاده را در میان مردم افغانستان برانگیخته است. مردم که جنگ به شدت آسیب دیدن، بزرگترین قربانی ها را در طول ده ها سال گذشته متحمل شده و اکنون امیدوارند که طرف های درگیر به جای خصومت و خشونت راه گفتگو، سازش، دیالوگ و توافق صلح‌آمیز را در پیش بگیرند. با این حال، کارشناسان می‌دانند که دستیابی به این ماحول به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا موازنه قدرت به نفع طالبان است و این گروه به آسانی از موضع کنونی عقب نخواهد نشست. همچنان تازه ماجرای شب گذشته در جنگ پدر و پسر با گروه جهل در کابل 43 ظالم کشته شدند. قرار بود روز دوشنبه طالبان در تالار لوی جرگه همایش داشته باشند. جوانی که افسر قطعه قبلی 01 امنیت ملی بوده است با پدر و پسر کاکایش تصمیم میگیرند مانع تلاشی خانه به خانه گروه طالبان شوند. پسر کاکای جوان در سرک عمومی مقابل دروازه دانشگاه در کمین واسطه های طالبان میباشد. با مجرد که رنجرهای طالبان عبور به شهرک افسران قطعه 01 می نماید، دو رنجر هدف RPG قرار می گیرد. 17 طالب کشته می شوند. جوان را به شهادت می رسانند. شمار دیگر طالبان در نبرد پدر و پسر کشته می شوند. بعد از مقابله به مدت 5 ساعت با سلاح‌های سبک و سنگین، پدر و پسر را شهید می کنند. این 3 شهید از آبدره ولایت پنجشیر می باشد. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر بدرود.